به دنبال اعلام پیروزی روسیه برای تصرف ولایت لوهانسک در شرق اوکراین، نظامیان روسی تلاش های رزمی خود را بر تسخیر دونیتسک ولایت همجوار لوهانسک متمرکز ساخته اند. وزارت دفاع بریتانیا پیش بینی کرده است که نظامیان روسی ممکن برای تصرف دونیتسک از تاکتیک های قبلی خود که در مبارزه برای کنترل لوهانسک استفاده کرده بودند، کار گیرند. تصرف لوهانسک یک پیروزی بزرگ برای مسکو تلقی می شود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سربازان خود به خاطر کسب این پیروزی سپاسگزاری کرده است. همه سربازان شامل در جنگ که این پیروزی را به دست آورده اند باید استراحت کنند و توانایی های رزمی خود را افزایش دهند. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که نظامیان اوکراینی روز سه‌شنبه خطوط جدید دفاعی را در دونیتسک تشکیل داده اند. در عین حال اردوی اوکراین با نشر این ویدیو در صفحات اجتماعی خود گفته است که استفاده از دستگاه های پرتاب راکت های مارس ساخت ایالات متحده را آغاز کرده اند. با وجود ادامه جنگ در شرق اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور میگوید که بازسازی اوکراین وظیفه مشترک همه کشورهای دموکراتیک می باشد. این جنگ تنها به ما تعلق ندارد. این یک جنگ داخلی در یک گوشه از شرق اروپا نیست. نه، این حمله روسیه بر همه آن چیزهایی است که برای شما و برای من ارزش دارد. به همین دلیل بازسازی اوکراین یک پروژه داخلی و یک پروژه متعلق به یک کشور نیست، بلکه وظیفه مشترک همه کشورهای جهان دموکراتیک است. دنیس شمهل صدر اعظم اوکراین که روز دوشنبه در کنفرانس احیای مجدد اوکراین در سوئیس صحبت میکرد، گفت کشورش برای تطبیق برنامه های بازسازی به 750 میلیارد دلار نیاز دارد. امروز خسارات مستقیم به زیربناهای اوکراین به بیش از 100 میلیارد دلار می‌رسد. بیش از 1200 نهاد تعلیمی، بیش از 200 شفاخانه، هزاران کیلومتر لوله گاز، شبکه‌های آبرسانی و برق‌رسانی، جاده‌ها و خطوط آهن یا تخریب شده و یا هم از بین رفته است. علاوه بر خسارات رسیده به زیربناهای اوکراین، سازمان ملل متحد می‌گوید که تهاجم روسیه بر این کشور حدود 7 میلیون نفر را در داخل اوکراین بجا ساخته و بیش از 5 میلیون تن دیگر مجبور به ترک این کشور شده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.